متولد 43 هستم. سال 60 بود که برای منطقه بستان و سوسنگه رفتم. بعد از اون که عملیات‌های فتح المبین، بیت المقدس، رمضان و بلفجر 4 شرکت مستقیم داشتم. بار اول سال 60 که وارد شدم، نفراتی که همراه بودیم با هم دیگه همه از یه مدرسه بودیم و همه هم کلاس بودیم، یعنی توی سنین خودمون میرفتیم و از طریقی که اعزام میشدیم توی اون منطقه مقدمات آموزش نظامی میدیم، ولی من آموزش کامل نظامی رو ندیدم. شاید یکی دو روز اول قبل از بزرگان تو فتح اول جنگ یه آموزش مقدماتی روی سلاح و نارنجک و چیزای ابتدایی که توی آموزش های نظامی وجود داره دیدیم و واضح منطقه شدیم و معمولا هم دیگه کسب تجربه همون توی عملیات های مستقیمی بود که توی منطقه حضور داشتیم. زنده بزرگ کردن اون دخترهای ایرانی سوسنگری، اون واقعا نه تخیله نه اینکه برامده از داستان باشه، دختر عرب زبون رو که وابستگی زبانی و قومی و قبیله به اونا داشت زنده بزرگ کردن، یعنی نحوهی که اینا رو بعد از اون زنده بزرگی دفنشون کردن، اگر کسی هم نزدیک میدید اصلا میدید این دخترهای بیچاره که چه وحشت اینا را زنده به گولش می کنن. و این جنایت ها باعث می شد که یک لحظه به خودمون تردید ندیم که اگر عراق تسلط به ایران پیدا بکنه محال ممکنه اصلا از نژاد ایرانی، از فرهنگ ایرانی، از همه ظواهر ایرانی یه چیز قابل گفتن و بازیستن. حالا این باز که بچه ها مستر شده بودن که تحت هیچ شرایطی نذارن واقعا عراق حاکم به یک کشور ما بشه و الحمدلله خدا هم کمک کرد. یه سری گلوله های توپی وجود داره معروف به فرانسوی، نمیدونم های فرانسوی تولید کردید، اما این گلوله های توپ خاصیتش اینه که یک بار توپ آسمون منفجر میشه، علاوه بر پوسته روش توی آسمون از بین میره، هسته مرکزیش بعد از برخورد زمین این مطلب رو انجام میده و منفجر میشه. موقعی که زمین میخوره اگر فاصله دوری باشه احتمال این که نفرات شهید بشن یا زخمی بشن و حتی شدید خیلی زیاد وجود داره، اما کسایی که نزدیک باشن معمولا آسیب میبینن از لحاظ موج سر یا پرده دشمن. توی عملیات بلفجر این آسیب از نزدیک گلوله توپ بودم یه پرده گوشم از سر گذشت و گوش سمت چپم از اون زمان دیگه کارایی نداشتم. هیچکس فکر نمی کنم از جنگ خوشش بیاد و حتی استقبال بکنه از جنگ. اگه خدای نکرده دوباره جنگ حاصل بشه جدایی از مسائل مذهبی که خب ما معمولا این مسائل را جهاد میدونیم و معمولا برای حفظ دینمون موقعی که کشورمون رو در خطر ببینیم اونجا دیگه اختلاف و این چیزه کنار بسیدی میدونیم. حالا من راننده تاکسی هستم از سال 69 که الان میشه 20 سال راننده تاکسی تهران. 6 صبح تا موعدش هست بلوهاش 16 ساعت یا 15 ساعت، چه توی سختی چه توی راحتی، شکر خدا را دائم بر زبان و جالی و برقل بود. اما بعضی مواقع مجبور میشم که از جای دونادونی وام بگیرم برای گذرون دنیا. شاید اگر حساب بکنم نزدیک 7 یا 8 جا وام گرفتم. یه وام مسکن بوده، یه وام شهریه دانشگاه بوده، یه وام نمیدونم کم بوده، پول بوده، الا ماشاءالله وامای گوناگونی بوده. متن نوشته این سال زیر آینه یه ماشین نصب شده، کسی پول کافی ندارد کرایه ندهد، در صورت نیاز
پول دستی برای رسیدن به مقصد داده می‌شود.